بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، و امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید. تسلیت عرض میکنم روز شهادت بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ابتداعا خدمت مولا و سرورمون صاحب عزا آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و بعد خدمت تمامی مراجع عظام، تمامی مراجعی که با تمام توان در صدد احیای سنت الهی، سنت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و شعائر حسینی هستند، و مراجعی که با تمام وجود برای تبیین حقایق مذهب حق تشیع تلاش میکنند. و بعد خدمت همه شما شیعیان، عزیزان، موالیان، دوستداران و ارادتمندان خاندان اهل بیت اسما و طهارت که این ایام، ایام سوگواری و عزای شما عزیزان هم هست، به فرموده آقا امام صادق علیه السلام که شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان حقیقی در این ایام، ایام شهادت بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، سوگوارند و به عزاداری میپردازند. افتخار داریم یک بار دیگه با برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه از کربلای معلا مهمون خونه های شما هستیم تا سفره ای بچینیم و پای سفره اهل بیت عصمت و طهارت بنشینیم، معارف این ذوات مقدسه رو بیان کنیم و از اون ان شاء الله استفاده ببریم. امشب افتخار داریم در خدمت استاد گرانقدر و ابتداعا همطور که خودشون فرمودن خادم اهل بیت عصمت و طهارت، و این افتخار بسیار عظیمی است برای کسی که واقعا خادم اهل بیت عصمت و طهارت باشند، جناب استاد ارجمند، استاد حوزه و مدرس حوزه، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید نصیر احمد حیدری که از کشور آلمان و شهر برلین به کربلای معلا مشرف شدند و در این استودیو در خدمتشون هستیم. خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم دارم. حاجا حیدری سلام، بنده را پذیرا باشید و عظم الله اجرکم. سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه بینندگان این شبکه مقدسه سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر ولی نعمت من حضرت حجت علیه الصلاة والسلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، عموم محبین و شیعیان آن حضرت، و از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که وجود مقدسشون رو از جمیع آفات ارضی و سماوی محفوظ و این مصیبت عظما رو بر قلب آن حضرت خفیف بگردانه. الهی خیلی ممنون و متشکرم، و خدا رو شاکریم که در این مکان مقدس بین الحرمین دعاگوی همه محبین اهل بیت علیهم السلام هستیم. الحمدلله که افتخار داریم در مشایعت کاروانی از عاشقان اهل بیت از فرانکفورت آلمان، کاروان معرفت به سرپرستی جناب آقای کربلایی فؤاد تاجیک، ماشاءالله خدمت شما رسیدیم، و خدا از اینکه قابل دانستید بنده خدمت شما باشم متشکرم. اختیار دارید حاج آقا، ما همه در خدمت آقای امام حسین علیه السلام هستیم و میزبان خود آقا عبدالله الحسین علیه السلام هست. ما همه اینجا افتخار نوکری داریم، الحمدلله، و هیچ وقت دوست نداریم که این افتخار از ما گرفته بشه، و انشالله که همچون مهری بر پیشونی خودمون این رو حمل میکنیم که ما نوکر
حسینی. اجازه بفرمایید با صدای گرم شما، چون برنامه سرزمین شما معطر می‌کنیم فضای بحث رو و فضای جلسه‌مون رو ابتداعا به زیارت آقا عبدالله الحسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. دوست دارم با حضور شما که مسیر خیلی طولانی رو طی کردید تا الان به کربلای معلا رسیدید، به روی پا بایستیم رو به حرمین مطهر این دو بزرگوار، انشاءالله با صدای گرم شما عرض ادبی بکنیم به نیابت از بینندگان و بعد انشاءالله بحث امشب رو در خدمتتون باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها الشهداء. السلام على الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام عليك يا مولاي يا باب الحوائج أيها العبد الصالح يا أبا الفضل العباس يا قمر بني هاشم ورحمة الله وبركاته. ایام شهادت مظلومانه بیبی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و به جرأت میشه گفت اگر در این مصیبت عظما تمامی بشریت به سوگ بنشینند جا داره. نه فقط بشریت، ملائک مقرب الهی در این ایام عزادار بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. بیبی فاطمه زهرا پاره تن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که علی رغم تمامی سفارشاتی که پیامبر خدا به مردم کرده بود تا با ایشون به خوبی و نیکی و درستی رفتار بکنند و خدای عزوجل هم در قرآن کریم اجر رسالت پیامبرش رو مودت به ذی‌القربا یا خاندان رسول الله معرفی کرده بود، علی رغم تمامی این سفارش ها به سخت ترین، زننده ترین و دردناک ترین وجه با این خاندان عصمت و طهارت بعد از شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله برخورد کردند. ما هم ان شاء الله در این ایام که ایام شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمیه هست، معطر میکنیم کلام جلسه خودمون رو و برنامه خودمون رو انشاءالله به بیان آنچه ارتباط داره با بی بی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس اجازه بفرمایید بنده به همراه شما پای صحبت‌های کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید نصیر احمد حیدری انشاءالله بنشینیم و از صحبت‌های ایشون که گرداگرد محور بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده کنیم و در اثنا و بین صحبت‌های ایشون انشاءالله اگر سوالی به نظر بنده رسید حتما از ایشون بپرسم. حاجی احمدی انشاءالله در خدمت، حاجی حیدری ببخشید، در خدمتتون انشاءالله هستیم و انشاءالله بهره می‌بریم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مصیبت امروز یک مصیبت بسیار بزرگی است. حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع خودشون رو فدا کردن برای این که اون سنت الهی حفظ بشه و اون هدفی که خدا در نظر داشت اون هدف محقق بشه. مع الاسف کار رو به جایی رساندن که مخالفت با امر خدا شد. بله. و نتیجه اون ذلت مسلمین و ضربه به اسلام
بی بی دو عالم سلام الله علیها برای جلوگیری از این مشکله خب خیلی تلاش کردن. از جمله این که حضرت سلام الله علیها در مسجد در حضور مهاجر و انصار خطبه ایراد فرمودن، بله، که دارن وقتی که بیبی دو عالم سلام الله علیها تا صدایشان بلند شد جمعیت به قدری به گریه افتادن که حضرت لحظات سکوت فرمودن. بله. خب اینم جای سوال هست، خب اگر اینها گریه کردن پس چرا یاری نکرد؟ چرا یاری نکرد؟ بله. اینم سوالی خوبی است که اگر در وسط برنامه شما اگر سوالی فرمودید حتما سوال بنده رو که بله. هست ان شاء الله استفاده بله. می‌کنیم از برنامه. خدمت شما عرض کنم که حضرت سلام الله علیه سلام الله علیها، خب این یک سوال هست، مردمی که جزء این کسانی بود که خلافت کبرا رو بهش بی‌اعتنایی کردن، بخشی از اونها انصار بودند دیگه. خب این انصار کسانی بود که دعوت کردن پیغمبر رو، خانه خود رو در اختیار مهاجرین قرار دادن، به خاطر فداکاری که ببخشید من جلو جلو میگم، من واقعا عالیه. جای سوال داره که اینها چرا واقعا خالی کردن پشت اهل بیت اسد و طهارت رو بعد از شهادت آقا رسول الله. بله. من تشکر میکنم از شما که و خب از مالشان گذشتن. بله. در این جنگ ها چقدر حاضر شدن که خون بدن. حضرت زهرا در قسمتی از این خطبه به تعبیر بنده به اینها فرمودن شما خوب شروع کردید اما عاقبت به خیر نشدید. الله از خدا بخوایم که انشالله عاقبت به خیرمون کنه انشالله. یعنی در امتحانی که خدا برای اونها قرار داده بود سربلند بیرون نیومدن. مع الاسف. حضرت میفرمایند که و اطلع الشیطان من مغرزه. تا پیغمبر بود وجود نورانی پیغمبر مانع بود که شیطان سر بلند بکنه. همین که پیغمبر به شهادت رسیدن شیطان سرشو بلند کرد. هاتفم بکن، شما رو صدا زد و دعوتتون کرد که خب به سمت شیطان برید. فالفاکم لدعوته مستجیبین، شما رو دیدن که برای دعوت شیطان مستجیب هستید، اجابت کردید دعوت شیطان. یه فرقی هست بین اجابت و استجابت. یه وقتی هست که کسی دعوت میکنه، اون طرف ممکنه آمادگی نداشته باشه اما میگه فعلا چشم، قبول میکنه. مثل این که یک دختریست خواستگارش کسی اومده، بله، اصلا آمادگی برای ازدواج نداره. پدر براش تصمیم میگیره، میگه میخوام شما رو شوهر بدم، بعد اونم میگه خب باشه با رضایت ها، ولی فعلا راضی شده اما قبلا آمادگی نداشته. استجابت اینه که قبلا آمادگی بوده، یعنی این حالت که بیان فرمودید میشه اجابت کردن. بله. ولی اگر آمادگی از قبل بود میشه استجابت. الله اکبر. بله. حضرت فرمودن فرمودن فالفاکم لدعوته مستجیبین، شما آماده بودید. بله بله. الله اکبر. آماده بودید. وللغره فیه ملاحظین، برای فریب شیطان لحاظ نگاه کردن با گوشه چشم رو میگه. نگاه، وقت نگاه اگر با اله یا با متعدی بشه، بله، یعنی نگاه عادی. اما اگر با فی متعدی بشه یعنی نگاه عمیق که من و شما میگیم چشم دوختن. چشم دوختن. میگه شما
برای فریب شیطان چشم دوخته بود. الله اکبر. این خیلی خطره. بله. واقعا من خودم رو عرض میکنم، اگر به این نکات تربیتی دقت میکردم، شاید الان وضع زندگی من خیلی بهتر. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. ثم استنهزکم، شما رو دعوت به این کرد که بلند شید، بلند به پا خلیسید. فوجدکم خفافا، الله اکبر، این نبود که شما به سختی به سختی بلند شید. نه، دید شما خیلی سبکید، مثل توپ میپرید. و احمشکم فالفاکم غضابا، برای اجرای دستور شیطان با عصبیت رفتین جلو. خیلی حرفه. یه وقت یه کسیه که میگه خب چشم میرم، اما یه وقتیه که میگه میرم هر طور شده. یه ضرب المثلی هم داره، میگه کاسه داغتر از آب شدن. یعنی اینا کاسه داغتر از آب شدن. الله اکبر. یعنی در فرمان برداری از دعوت شیطان و استجابت دعوت شیطان، بر خود شیطان هم پیشی گرفت. بله بله. فوسمتم غیر ابلکم، الله، شما قدیما گوسفندا رو علامت می‌زدن. بله، داغ می‌زدن. داغ می‌زدن. فرمودن غیر از شتر خودتون رو داغ زدید. علامت زدید. یعنی اینی که دنبالش بودید مال شما نیست. مال شما نبود. و اوردتم غیر شربکم، اون چشمه ای که خواستید ازش آب بردارید، این مال شما نبود. کنایه از این که شما همه این بدبختیاتون برای غصب بود، ریاست بود، چیزی که حقتون هم نبود، که این حق شما نبود. که این حق شما نبود. انشاءالله اگر امکانش باشه و صلاح باشه و عنایت خود این خاندان باشه، شاید بعداً بحث کنیم که خب اصلا این امامت و ریاست عامه بر دین و دنیای مردم چطور مخصوص اهل بیته، و اگه به اینا میرسید چی میشد، و الان همه گرفتاری ها که هست به خاطر همونه. حالا یک وقتی از شعار میدیم، یه وقتیه که نه، با سند ثابت میکنیم. یعنی الان اگر من از شما بپرسم که با سند اثبات بکنید که تمامی بدبختی ها و مشکلاتی که الان بشریت، نه فقط مسلمانان یا شیعه، بله بله، درش وارد شدن و دارن اذیت میشن به خاطر رفتار اهل سقیفه است، با سند و مدرک امکان اثباتش هست؟ بله، انشاءالله برای شما اصطلاح سندهایی که در جامعه مشهود هست و ثابت میکنیم که ببینید از اونجاست، از اونجا ریشه. خب، اونجاست. هادا و العهد و قریب، این دل آدم میسوزه. میفهمید این کارایی که شما کردید وقتی بود که هنوز آب غسل پیامبر خوش نشد، نخشکیده. الله. و الکلمور رحیب و الجرح لما یندمل و الرسول لما یقبر، هنوز پیامبر رو شما دفن نکرده. خب یک نمونه برای این که عرض کنیم اینا چطور برای رسیدن به ریاست اینا خیلی سبکبال بودن و میدویدن. خدمت شما عرض کنم که حقیقت امر اینه که من با خودم گاهی فکر میکنم، میگم اگر این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها برای مردم شرح داده بشه، خیلی از گرفتاریهای فکری حل خواهد شد. بله. ولی باید تکرار کرد. یک دکتری ما داریم در آلمان، از قندهار افغانستان هست. بله. در برلین هم هست. ایشون میفرمود که شرکت هایی برای ما میخوان تبلیغ داروشو بکنن. بله. یه بار میفرستن، من توجه نمیکنم، دوباره میفرستن، تا دفعه دوازدهم تبلیغ اون دارو من مجبورم یه بار نگاه بکنم، حداقل که اون چیه این بخره. بله. من خواهش هم اینه که این مطالب رو بله اون قدر باید تکرار بکنیم، شاید یه کسی در تو
طول 5 سال یک بار این برنامه رو بیدن. بله دقیقا احسنت. بله واقعا رسول الله من بین فرمایش شما بله. حاجای بله. حیدری خدا حفظتون بکنه نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمود. بله. رسول الله صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته علیه الصلاه و السلام در 23 سال عمر شریفشون که به ابلاغ رسالت پرداختن همین مسئله رو دائما تکرار میکنه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله. در باب آیه تطهیر بعد از اینکه آیه نازل شد چند بار، 6 ماه هر روز و هر روز چند مرتبه این آیه رو تکرار کردند و واقعا تأثیر داره. خدا خیرتون بده، خیلی نکته قشنگه. خدا حفظتون بده. بله شما ببینید در قرآن عظیم الشان چند تا چیز عامل حبط عمل هست. یعنی یک کسی اگر موفق بشه هزاران سال نماز بخونه روزه بگیره، اما حرمت پیامبر رو به اندازه سر سوزن بشکنه. در سوره مبارکه حجرات هست که اگر صداتون رو جلو پیغمبر بالا ببرید، اگر یه ذره بی حرمتی بشه کل اعمال حبط میشه. خب سوال اینا به این فکر نکردن که خب کسی که رحمت للعالمینه با دین او همه چی تکمیل شد، سعادت دنیا و آخرت تضمین شد. رسم در دنیا بین خود عرب ها فارس ها اون زمان چی بوده؟ یک کسی بلند حرف بزنه، ولی جلو پیغمبر نباید، باید حرمت شکنش. بله باید جلو پیغمبر آستا حرف بزنید و الا تمام اعمال حبط میشه. خب حالا سوال اینه که یک نفر عادی بین خودشون از دنیا میرفت چیکار میکردن؟ میرفتن به خانوادش تسلی میدادن، بعد میگفتن باید محترمانه دفنش کنیم. خب اگر کسی که فرد اول خلقت هست، بله، یعنی بزرگترین و عظیمترین و عزیزترین مخلوق خدا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است، ایشون از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، خب اینا به جای اینکه بیان کنار اهل بیتش و پیامبر رو تجهیز و تکفین کنن، خانواده پیغمبر رو تنها میگذارن، میدون برن سقیفه. سقیفه خب برای چی؟ برای اینکه به ریاست برسن. الله ببین فالفاکم لدعوته مستجیبین، یعنی اینا خدمت شما عرض کنم برای رسیدن به ریاست. خب حالا راست قضیه اینه که من همینجا با خودم گاهی عرض میکنم، میگم آخر انسان که مرگه واقعا میارزه؟ میارزه. بعضی وقتا جناب آقای دکتر به دوستان خودم عرض میکنم، خب میدونید یک کشوری که شما باشید اونجا بیشتر مادیت حاکم باشه، بیشتر فکر میکنن به ماشین خوب، به خانه خوب، به تحصیلات بالا. خب اگر خدای نکرده معلومات دینی پایین باشه، یه دعایی میکنه، یه خواسته ای از خدا داره، بله، برآورده نمیشه، کلی براش سوال میشه. حتی ممکنه اگه معلومات پایین باشه حتی به عقیدش هم ضربه بزنه، عقیدش سست بشه. من گاهی یه مثال میزنم، میگم که خب شما فکر کنید کل این آلمان شهر ساختمانش مال من، به شما بگم آقای دکتر تشریف بیارید به شما کار دارم، میبرم شما رو محضر رو، بعد خدمت شما عرض کنم که تمام این ساختمان رو به نام شما میزنم، شما یقین میکنید که من حقیقتا این کار رو کردم، وقتی مهر امضا کنم دیگه از من رفت، دیگه خالی شد، شما یقین میکنید من حقیقتا همه رو به شما بخشیدم. حالا بعد از 2 ساعت دوباره زنگ میزنم میگم آقای دکتر بزرگانیا شما بازم تشریف بیارید. خب شما میگید چه خبر حاج آقا؟ میگم که خب دوباره میخوام این ساختمان ها رو از شما بگیرم. این واقعا جسارت به شما هست یا نیست برای 2 ساعت؟ خب چه کاری بود شما که میخواستید بگیری؟ حالا کل عمر دنیا در برابر عمر ابدی آخرت چقدره؟ 2 ساعت هم میشه؟ کمتر.
ثانی است دیگه، درست؟ بله، چشم هم زده. اگر خدا تمام دنیا رو به ما بده، چون ما کسی هستیم که آرامش مطلق و نعمت‌های بی حد و حصر می‌خوایم، اون که تو دنیا نیست، لذا خدا لطف میکنه بله. ما رو از این دنیا میبره اونجا. بله. وقت اگر فقط همین دنیا باشه و خدا به ما از ما بگیره، ما که یک آدم عاقل ضعیف هستیم، اینو درست نمی، خدای به این عظمت کارو بکنه. بسیار زیبا مثالی خب. که زدید. من اینو میخوام عرض کنم که یعنی فرمود خدا نعمت هایی که به ما میده با مرگ هدف این نیست که اون نعمت ها رو از ما بگیره، بله، بلکه میخواد نعمت های بیشتر و بله، نعمت های بالاتری رو. وقت به دوستان میگم خیلی برای دنیا تلاش بکنیم، اما نه اینقدر که مثلا فراموش بکنیم آخرت رو. باید بپردازیم به این مار. اینا برای دو روز دنیا اومدن چه خیانت عظیمی کردن. الله بله، من از یکی از وعاظ شنیدم، میگه در این اصفهان یک کسی ماه مبارک رمضان تسبیح رو میگرفت، میگفت خدا لعنت کنه فلان آقا رو، رفیقش بود. بعد میگفت ماه مبارک رمضان رو ذکر بگو. بعد میگه اشکای این آقا جاری شده بود و گفته بود که من نوجوان بودم، این رفیقم به من تعلیم بد داد، مثلا سرقت. آیست آیست سرقت هامون رفت بالا و یه دزدی بزرگی شد و ما رو برد سالیان سال زندان. حالا اومدم بیرون، عمر از من گذشته، حالا نه کسی به من کار میده، نه زن میده، نه من حال دارم. بلد. زندگی منو آتیش زده. کرده بلد. اینا با این کارهاشون دنیا رو آتیش زده، بشریت رو تباه کردن. الله. وقت شما فکر کنید یه وقتی طرف میره مثلا وارد محشر میشه، خب میبینه که نماز خونده برای خدایی که شب جمعه میاد آسمان اول، دیگه جاها خدا نیست، سوار بر مرکب، سوار بر مرکب، اون خدا وجود نداره. یعنی عمر رو آتیش زدن اینا. اینو میخوام عرض کنم، به یک چنین اعتقادات رو در ذهن نزدیک به 1 میلیارد انسان جاگذاری کردن که این افراد الان متأسفانه با این اعتقادات الان دارن زندگی میکنن و این دنیای اونهاست، بماند آخرت که چه اتفاقی میخواد براشون میفته. بله. حالا مردم هر چه لعن بر اینا بکنه کمه. چرا؟ چون واقعا تباه کرد از دنیا رو آتیش زدن. حالا بعدا ان شاء الله بحث میکنیم که برای دنیای مردم اینا چه ضرری زدن. خب اینا اومدن و خلاصه به جای اینکه پیامبر رو کفن و دفن بکنن، به خانواده تسلی بدن. بله بله. وقت شیطان میگه که شما اصلا خیلی با سرعت اومدی، یعنی خود شیطان هم میگه من هم چنین فکر نمی‌کردم. فالفاکم لدعوته مستجیبین. یعنی دنیا یک چیزی است که گاهی باعث میشه انسان و اینکه یقین دارد تمام حقایق رو زیر پا بگذاره و فرمان خدا و حتی به جنگ پیامبر بیاد. مثلا من اعتقادم اینه، الان تمام این مولوی های وهابی، من میتونم اینجا قسم جلاله بخورم، یعنی ایمان دارم، یقین دارم که اون گنده هاشون میدونن حق چیست. بین خود ما و خدای ما، جای دکتر، من و شما که یک عمر اگر در اون قصرهایی که اونا دارن، کشتی هایی دارن در مثلا بحر که بالاش از اون گوشتای خاص، از ماهیای خاص، پرنده ها میاند و بعد میلیارد ها میلیارد، این که براتون میگم ثبوت میکنم اینه. مثلا ببین دو نمونه، خب این خیلی شیرینی میخواد. چندین سال اداره نجوم عربستان میگه ماه ثابت نشده، مفتی میاد میگه که بله دیروز من اعلام عید کردم، چون حکومت بهش گفته و کفاره همه رو میدم. این چیزیش که در رسانه هاش اعلام شده. خب این مفتی از کجا میاره کفاره همه؟ پس معلومه دولت خیلی بهش پول میده تو حساب. وقتی این آقا بیاد و بگه اشهد ان علی ولی الله و اونایی که اومدن غصب ولایت کردن اونا اهل جهنمن، بعد میشه مثل یک طلبه ای که بره مثلا نون و دوغ باید بخوره. کار سختیه. بله
دل کندن از این همه مال و منال و ثروت. اینا ببینی این عبرته، چرا اینا حق رو نمیگن به مردم؟ فالفاکم لدعوته مستجیبین، به خاطر ریاست. و احمشکم، بله. یعنی دوم چیزی که هست اینه که اینا با عصبانیت هم رفتن، خیلی با عصبانیت. میگن که در صحیح مسلم و صحیح بخاری هم هست، میگه که ابوبکر رو آوردن، عمر جلوش بود با عده‌ای، از بس که داد زده بود دهنش کف کرده بود. عمر، بله بله، لعنت الله علیه. بعد هر کی دمیراشون میومد با کتک می آورد دستشو میمالید تو دست ابوبکر، میگفت دعوت شد. بیعت رو اینطوری به زور از مردم میگرفتن. بیعت رو اینطوری به زور از مردم میگرفتن. خب سوال از اینا سوال شد که خب چرا شما چنین کردین؟ گفتن که ما نخواستیم یک ثانیه مردم بدون خلیفه بمونه، لذا گفتیم اشکال نداره پیغمبر دفن نشه، ما بریم خلیفه تعیین بکنیم. آقا بله حیدری، مردم مدینه یعنی چیزی نگذشته بود از واقعه قدیر. بله. سفارش های آقا رسول الله نسبت به آقا امیرالمؤمنین و بی بی دالا فاطمه زهرا سلام الله علیها روز به روز و آن به آن تکرار میشد. چطور وقتی که حالا شما فرمودید عمر میاد و با خشونت به جور دست مردم رو میگیره و به دست ابوبکر میماله تا بیعت مثلا بهتر گرفته بشه، مقاومت چرا نکرد؟ اینا همون انصار مگه نبودن؟ خودتون واقعا فرمودید. خیلی سوال واقعا جای سوالش هم پیش میاد. خیر خدا خیر، یه خود مقاومت، یه خود بگید نه. آفرین. غیرت. من اتفاقا انتظار همین سوال رو از جناب شما داشتم عزیز. یکی از دانشمندان یک کتابی خوبی نوشته به نام فدک. بله. اونجا یه حرف خوبی میزنه. ببینید شاید شما این قضیه رو در عراق حس بکنید، اما ما در افغانستان خوب حس میکنیم. چرا؟ برای اینکه خوب در افغانستان قومیت هست. بله. قومیت های مختلف و هر قومی یک بزرگی داره. مثلا به عنوان مثال به شما میگم، یه قومی است در افغانستان به اینا میگن ترک تبار، ازبک ها. در رأس اینها یک شخصی است به نام عبدالرشید دوستو. خب این آقا هر زمان تصمیم بگیره به فلان کاندیدا رأی بده، تمام این مردم به خاطر عصبیت قومی میره رأی میده به اون کاندید، رأی میده به اون کاندید، رأی میده. فردا اون آقا از اون کاندید رو برگردان اینا رو. چرا؟ چون اینا اصلا در خون و رگشان اینو پذیرفتن که هر چی رئیس قوم بگه همون درسته. خب میدونید در اون زمان اقوام عرب خب اوس بود، خزرج بود، چی بود از اینا. اینا وقتی حضرت زهرا میگه تا یک نفسی کشید و صدای مبارک فاطمه زهرا بلند شد، دیدن این صدا صدای رسول الله صلی الله علیه و دلشون لرزید. برای صدای پیامبر لرزید و شروع کردن به گریه کردن. پس چرا بلند نشدن؟ چرا بلند نشدن؟ ها، برای اینکه رؤسای اینها، بزرگان اینها، رئیس قوم معامله کرده بود. الله. بله، به خاطر این بود و الا مردم همه تصمیم نگرفته بود. یعنی این تعصب قومی تا به جایی بود که کلام پیامبر خدا رو زمین گذاشتن، به درب خانه بی بی حمله کردن، دستان آقا امیرالمومنین رو بستن، مفصل رو سخت کردن. بله بله، خدمت شما عرض کنم که البته اینایی که اومدن پشت در به سرکردگی اون غاصبین بود و افراد الوات خودش و عده دیگه، اما خب ما به چشم خودمون میبینیم وقتی با خود اقوام صحبت میکنیم، میگه بله این اشتباه است، میگیم پس چرا اینو شما قبول کردید؟ میگه خب فلان رهبرمون این کارو کرد. هم الان هم همینطور. حالا برین در اون 1444 سال قبل که تعصب قومی به اوج خودشون بوده. یعنی تعصب قومی به قدری بوده جناب آقای دکتر، در تاریخ می نویسن که هر
قوم این 360 بت تو مکه چیکار میکرد؟ یعنی هر قومی برای خودش یه بت ماست، میگفت باید بت ما با اون قوم فرق داشته باشه. به این حد تعصب بود. این شد، یعنی اینطور نبوده که همه یعنی واقعا از جان و دل میل داشتن که با عقل خودشون بخوام استنباط بکنن. هنوز اون شرایط تعصب قومی و این که میگن آقا همه بیعت کرد، کی میگه همه بیعت کرد؟ در خود سقیفه تعداد مشخصه. بله. این که میگه مردم راضی بود، نه خیر، مردم راضی نبود. برای اینکه مقابل اون غاصب اول نشسته، اون وقت دختر پیغمبر میاد همه گریه میکنه. یعنی چی؟ یعنی رضایت مردم جای دیگه است. دلش جای دیگه است. سرکرده ها و رئیس قبیله ها. بله. دل مردم جای دیگه است. بله. مثل این که شما فرض کنید یک فامیلی هست، همه به حرف یک بزرگ گوش میدن، ولی باشون که میری صحبت میکنی میگه بله ما میدونیم که این پدر ما اشتباه میکنه، اما خب ما ناچاریم به خاطر مصلحت فامیل. توجه همین؟ بله. خب بعد حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی جالب میفهمن ابتدارا زعمتم خوف الفتنه. اینا چیز کردن، گفتن که بله ما نخواستیم که امت بدون رهبر باشه، خب به همین دلیل اومدیم که یک خلیفه تعیین کنیم. اینجا یک سوال پیش میاد، اینا که اومدن خلیفه تعیین بکنن، آیا به خاطر حب ریاست بود یا دلسوزی به اسلام بود؟ اینو یک مقدار موشکافی کنیم. بله. کسی که دلسوز باشه با اندک تأمل میفهمه که یک مجموعه رو باید دست کارشناسش داد. دقیقه. خب در این هیچ کس شکی نداره. این متواتر نقل شده که عمر گفت که لولا علی لهلک عمر. بارها گفته. بله. من یه خاطره خدمت شما عرض کنم. یه وقت یکی از این مولوی ها به من گفت که برادر تو چرا شیعه هستی؟ گفتم برای اینکه خلفای شما به من گفت شیعه شو. گفتم گفت چطور؟ گفتم خب مسئله حکومت و ریاست رد شد رفت. اما سوال من از شما به عنوان یک عالم دین اهل سنت اینه که هر زمان عمر دین خودش رو میخواست بگیره بعد از پیغمبر در خونه کی میرفت؟ از خودش جهاد میکرد؟ از خلیفه اول میگرفت یا میگفت که ما بقیتو لمشکلتن، خدا زنده نگذاره مرا که یک مسئله داشته باشم و علی نباشه. الله بله. بله بله. پس اگر شما اونا رو هم قبول داری باید دین تو از علی بگیری. شیعه یعنی همین. احسن. شیعه یعنی همین. خب اگر اینا واقعا دلسوز اسلام بود، یکی از بزرگان در کتابش خیلی چیز جالبی رو نقل کرده، میگه که وزیر خارجه ژاپن فهمید که معاونش از خودش فهیمتره. اومد از مردم عذرخواهی کرد و به مردم اعلان کرد که من مستعفی هستم، استعفا میدم، چون او بهتر میتونه خدمت، اگر من بمونم خیانت. خیانت. خب اگر اینا همه میدونه انا مدینة العلم و علی بابا، امروز دنیا سر چی آباده؟ سر علم دیگه. بله. خب اگر اینا دلسوز اسلام بودن، قضیه قدیر نبود. بله. نصوص درباره ولایت نبود. نبود. همین که میدونستن که امیرالمؤمنین دنیای علم است، جهان بهتره. بله. اینا اگر دلسوز اسلام بود باید میرفتن در به خانه آقا امیرالمؤمنین بیعت میکردن. بله. بیعت میکردن و میگفتن که یا امیر المؤمنین بیا و امیر ما باش، چون ما میخواییم بعد از رسول خدا بدون رهبر و بدون سرور نباشیم. بله. احسن. این کاملا منطقیه و عقلانی این هست. بله. گذشته از این، خب شما ببینید، خدمت شما عرض کنم که آیا قضیه غدیر مگر امت بدون خلیفه بود؟ خدا خلیفه تعیین کرده بود، پس مردم بدون خلیفه نبود. اینا همون بهانه است که به اون
صحابی منافق مثلا پیامبر فرمود بیاد تو جهاد شرکت کن، گفت که من نمیرم ولا تفتنی یا رسول الله، منو به اصطلاح به فتنه نینداز چون من علاقه منده به نساء هستم و میترسم اونجا دینم رو از دست بدم. در حمله به روم بله علا فی الفتنه سقط و این جهنم لمحیطتون بالکافری. مسئله دوم خدمت شما عرض کنم که اینا اگر واقعا دلسوز بودن برای اسلام میذاشتن که پیامبر اکرم اون لحظه آخر فرمود قلم و دواتی بیارید چیزی بنویسم که بعد از من هیچ راه گمراه نشید، هیچ گمراه نشید و هیچ اختلافی نباشه. و ادعی گفتن خب حتما باید این کار بشه، اولا کلام پیغمبره و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، سخن خداست. یه ادم که با اونا هم دست بودن و میفهمیدن که نانشان در اونجا چرب میشه گفتن حسبنا کتاب الله و اولین نفر این حرفو گذرد، یعنی نعوذ بالله پیغمبر نمیفهمه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، بله. و اون جمله به اصطلاح ننگینا گفت که ان الرجل لا يحجر، نعوذ بالله، بله. خدا. پس اینا از روی دلسوزی به اسلام نبوده حتما، بله. اینا دعوای ریاست داشتن و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اینو داشته باشید که این فتنه کاری خواهد کرد که تمام عقبه های شما، اولاد های شما در آتش شبانه روز بسوزه. الله و بلکه بشر رو شما با این فتنه آتیش زدید، به تباهی کشید. بله، اون در سوخته که آتیش گرفت، الان شما هر آتیشی در یمن میبینید، در افغانستان میبینید، در هر جای دنیا میبینید، ناشی از همون ریشه از اون آتیش داره. خب شما ببینید واقعا در کتب تاریخ خود اینا نوشته که خدمت شما عرض کنم، خب آیه قرآن حرم خدا حرم امنه، بله، کسی وارد اونجا بشه اجازه نداره انسان یه مورچه رو بکشه اونجا. دقیقا. وقتی که به اصطلاح عبدالله زبیر پناهنده شد به مکه، بله، به دستور همینا تو همونجا کشته شد و خانه خدا رو با منجنیق با منج... و هموار کرد. الله، بله. خب کعبه که قبلگاه مسلمینه اینجور حرمتش شکست. حضرت زهرا فرمود با این که شما آمدید امیرالمومنین رو ریسمان به گردنش انداختید و یعنی علی رو شما بیچه نه خودتون. شما کعبه رو نابود کردید. آجای هیدری، ما وقت برنامه‌مون محدود هست، متأسفانه کلام شما بسیار زیبا و نحوه بیانتون آدم رو به تفکر و تأمل فرو میبره. خیلی خیلی دارم استفاده میکنم به شخص، مطمئنم بینندگان عزیز هم همینطور، ولی چه کنیم که وقت برنامه محدود هست. در این 3-4 دقیقه‌ای که مونده تا پایان برنامه، میشه درخواست بکنم خلاصه از آنچه امشب بیان شد رو مجدداً برای بینندگان تکرار بفرمایید تا ان شاءالله فردا شب حتما ادامه این خطبه فدکیه رو با همین بیان شیوا و شیرین شما انشالله استفاده بکنیم. خواهش میکنم. هرچی هست سر سفره اهل بیت. الحمدلله. فقط تنها غصه ما اینه که از این سفره دنیا چرا استفاده این همه گرسنگی برای اینه، بله، که این سفره رو کسی نشناخت. کسی نشناخت. بله. بله، عرض بنده اینجا شد که خلاصه عرض کنم بعد از پیامبر وقتی آمدن اون خلافت و اون هدایتی که خدا بعد از پیامبر ترسیم فرموده بود اونو نادیده گرفتن و خلیفه تعیین کردند، هدف اصلی ریاست بود، دنیا پرستی بود. و در کتب خودشون هم هست که اینها اعتراف دارن به جهل خودشون و به اینکه اهل معصیت بودن، اهل گناه بودن و هیچ صلاحیتی نه از نظر علمی، نه از نظر اخلاقی، نه از نظر عملی نداشتن. و متاسفانه سران قوم با به خاطر ریاست و پول خودشونو فروختن و بقیه مردم هم دنبال رو شدن، همه جور رعا شدن.
و هیچگاه مردم اتفاق بر خلافت و رهبریت اونها نکرده. مردم حتی از دل راضی نبود. بله. اینا به خاطر ریاست بوده. نتیجهش هم این شد که اولین چیزش اینه که کعبه که الان کسی جرأت داره به خانه خدا سنگ پرت کنه. بله. اما در اونا کاری کردن که خانه خدا رو با خاک خبخن. و دوم این که حرم پیامبر یعنی مسجد النبی کاری کردن که حیواناتشون رو در واقعی حره بله. آوردن داخل مسجد و اونجا رو آلوده کردن الله. و یزید برای اینکه زهر چشم از مردم بگیره سال اول که به خلافت رسید یعنی به اصطلاح اون غصب حکومت کرد به فتنه های پدرش اهل بیت پیغمبر رو به شهادت رساند. سال دوم کعبه رو ویران کرد. سال سوم هم در مدینه واقعی حره و این که هزار تا دختر مسلمان بهش تجاوز شد و هزار تا بچه نامشروع. بله. و این که 4000 نفر از قاریان اونایی که ثبت شده بود و از حافظان و از انصار یعنی شما ببینید نه کعبه موند نه حرم موند نه ناموس موند الله. و اون قضیه معروف هم هست که ولید ابن یزید ابن عبدالملک وقتی که قرآن رو باز کرد و اون آیه اومد و استفتحوا و خواب کل جبار عنید بله الله این باش. چیز رو قرآن رو گفت که آویزان کنید قرآن هم تیر باران کرد الله. من اعتقادم اینه که این داعش نتیجه اونجاست. حتما همطور. خیلی ممنون و متشکرم. بسیار بسیار استفاده کردیم آقای حیدری و حقیقتا کلام اهل بیت عصمت و طهارت گنجینه معرفت و گنجینه علم هست. اگر با تأمل و دقت نگاه بشه ما الان از مباحث شما و آنچه بیان فرمودید که با استناد به کلام بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه بود یک دوره تاریخ نگاری یک دوره تحلیل تاریخی رو میتونیم ببینیم و دیدمون نسبت به زندگی در این دنیا و آنچه داره اتفاق میفته بازتر بشه. من خیلی ممنونم از شما چون وقت برنامه رو به پایان هست اجازه بفرمایید از شما خداحافظی بکنم و ان شاءالله ادامه این بحث و فردا شب هم در خدمت ان شاءالله شما رو به خدا میسپارم. زنده باشید. بینندگان عزیز و ارجمند سروران گرامی و همراهان شبکه امام حسین علیه السلام یک بار دیگه به پایان برنامه سرزمین عشق رسیدیم و کلامی نمیمونه جز اینکه از شما التماس دعا داشته باشیم و با یک یا علی همه شما رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم. التماس دعا و یا علی از احسنتون بسیار استفاده کرد خدا نه بسیار استفاده کرد زیرا به کلمان بردی لخت یاده دست از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین جان مولای من حسین